پروژه تولید 40 مگاوات برق خورشیدی در هرات یکی از 8 پروژه ای است که وزارت مالیه گفته است که تا 2 ماه دیگر بعد از طلبی گذاشته خواهد شد. این پروژه که 35 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت، قرار است با سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی عملی شود. شرکت برشنا میگوید که بررسی های نخستین برای عملی سازی این پروژه انجام شده است. در این حال شماره از سرمایه‌گذاران میگن که برای عمل شدن این پروژه ها نیاز از سهولت های بیشتر برای بخش خصوصی فراهم شوند. بیشتر این موضوع گفتگو میکنیم با خواهی عبدالبصیر عظیمی، معین پیشنه وزارت انرژی و همچنان آگاه امور اقتصادی. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ممنون. آقای عظیمی، اکنون که پروژه تولید 40 مگاوات برق خورشیدی قرار است که در هرات عملی شود، از جمله 8 پروژه است که قرار است تا 2 ماه دیگر بعد از طلبی گذاشته شود. سرمایه‌گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی روی این پروژه ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چگونه کار باید صورت بگیره روی این پروژه ها؟ با توجه به محدودیت منابع مالی که حکومت داره، یکی از راه های بسیار خوب تنویل پروژه ها مشارکت سکتور عامه با بخش خصوصی هست. در این پروژه ها سکتور خصوصی سرمایه گذاری میکنه، برق تولید شده توسط شرکت محترم برشنا به شکل طولانی مدت تضمین شده خریداری میشه و هم سرمایه گذار مفاد به دست میاره و هم مشکل در واقع کمبود برقی که در افغانستان در خیلی از ولایت ها هست حل میشه. در واقع پروژه های انرژی با توجه به اینکه اقتصادی هست، از نظر مدل های اقتصادی فرصت های بسیار خوبه برای سرمایه گذاران سکتور خصوصی فراهم میسازه. در هرات آفتاب بسیار خوب هست، شهرک صنعتی، نیازمندی های جدیدی که در خود ولایت وجود داره، تولید برق رو میتونه که در اونجا اقتصادی بکنه، با قیمت بسیار خوب تولید بشه، شرکت برشنا خریداری بکنه و در واقع یک حالت برد برد بین در واقع سکتور عامه و خصوصی ایجاد بشه. اما فراموش نکنین که در بحث سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری، همیشه باید مشوق ها و بسته های تشویقی برای سکتور خصوصی ارائه بشه تا جذابیت برای سکتور خصوصی ایجاد بشه تا سرمایه گذاری بکنه. و مسئله دوم سرعت عمل هست. اگر پروسه ها یک مقدار طولانی بشه، سرمایه گذار ما خسته میشه و چطور ما میتونیم که هم سرعت عمل رو زیاد بکنیم و هم با ارائه مشوق های خاص بتانیم که سکتور خصوصی خود انگیزه بیشتر بدیم، سرمایه گذاریش رو تضمین بکنیم، اگر زمین میخواد با قیمت بسیار مناسب براش داده بشه، تأمین امنیت خود ساحه پروژه صورت بگیره و همکاری هایی که در سطح ولایت و در سطح مرکز لازم هست در کنار از او. عموما حتی باید یک قسمت از هزینه های تولید سبسیدایز یا به شکل یارانه میتونه که از بودجه مشخصی که در حکومت هست پرداخت بشه تا یک مقدار سرعت و پروژه ها زیادتر بشه. بله آقای عظیمی، روی ازی ثابت بکنین که پروژه برق خورشیدی که در حال حاضر در هرات قرار است که بعد از طلبی گذاشته شود و سرمایه گذاری مشترک صورت بگیره، چگونه باید کار شود؟ چه از طرف بخش دولت و چه هم از طرف بخش خصوصی ما تا این پروژه بیا انجام با موفقیت و امیدواری باشه بر دیگر سرمایه گذاری های مشترک؟ خب این پروژه ها از طریق پروسه های رقابتی به اصطلاح طی مراحل میشه. کمپانی ها که در این پروژه ها اشتراک میکنن باید از تکنولوژی های جدید استفاده کنن. ببینید هر سال در بخش تولید برق آفتابی تکنولوژی های جدید وارد مارکت میشه که قیمت و هزینه تولید برق رو کاهش میده. اگر از این تکنولوژی استفاده بشه، سکتور خصوصی میتونه برق ارزان تولید کنه، رقابت بسیار خوب داشته باشه. و در بحث سکتور عامه هم پروسه ها یک مقدار شفافیت بهتر و تسریع عمل زیادتر داشته باشه تا زود به نتیجه برسه. من میخوایم بگم که پروژه های تولید برق در هرات، در ننگرهار، در مجموع 8 پروژه که اعلان شده در راستای خودکفایی تولید برق داخلی هست. در حال حاضر 1% بسیار زیاد، بیشتر از 70% از برق وارداتی هست که هم باعث خروج در واقع دلار از کشور میشه و هم در واقع یک مقدار از نظر امنیت انرژی و همی که ما وابسته باشیم به کشورهای همسایه، این خودش میتونه که مشکل ساز بشه. در ولایت هرات برق از ترکمنستان، ایران به یک مقدار محدودی از بند سرما تولید میشه. پروژه های تولید برق داخلی مطمئنا یک گام بسیار ارزنده در قسمت خودکفایی میتونه که باشه. بله خزمی، در کنار از این سرمایه‌گذاری روی انرژی آفتابی در افغانستان چقدر سودآور است با توجه به ظرفیتی که افغانستان در بخش تولید برق خورشیدی داره؟
خب خوشبختانه مناطق بسیار خوبی در افغانستان هم از نظر شدت آفتاب و هم از نظر دوام آفتاب در جریان به اصطلاح روز و هم در روزهایی که آفتاب وجود داره در یک سال، واقعا جاهای بسیار خوبی وجود داره در افغانستان، خصوصا مناطق جنوبی افغانستان، مناطق غربی افغانستان. در این پروژه ها باید سرمایه گذاری زیادتر بشه مطابق پالیسی انرژی های قابل تجدید و حمایت های جامعه جهانی برای انرژی، برای تولید انرژی های پاک، انرژی های قابل تجدید که یکش در واقع آفتاب هست. همچنین در کنار ازی در مناطق غربی میتونه که باد هم باشه یا به شکل ترکیبی از هر دو باشه، یعنی فرصت بسیار خوب هست برای تولید از نظر منابع خدادادی که وجود داره. چطور ما میتونیم این پتانسیل ها رو در واقع به کار بندازیم و یک حالتی رو ایجاد بکنیم که هم نیازمندی ما رفع بشه و مسائلی هست که در این پروژه باید جدی دنبال بشه. بله، اگر حکومت نتونه همون مشوقه هایی که نیاز است چه در بخش پروژه های انرژی باشه و چه هم در پروژه های مثل مخابرات که در میان همین هشت پروژه است که با داوطلبی گذاشته میشه، بخش خصوصی آماده خواهد بود که با این وضعیت سرمایه گذاری بکنند؟ در حال حاضر با شرایطی که ما قرار داریم که از جمله نبود امنیت هست، ده ها مشکل دیگه است که سرای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود داره، اگر حکومت هم نتونه مشوقه های لازم فراهم بکنه، بخش خصوصی را شما سرمایه گذاری شد چگونه میبینید در این بخش؟ بسیار نکته دقیقی هست. ببینید وقتی که سرمایه گذار ما بیشتر از $1,000,000 میخواد سرمایه گذاری کنه، این سرمایه گذاری بین المللی است، یعنی میتونه در ترکیه بکنه، در امارات متحده عربی بکنه، در تمام کشورهای منطقه یک رقابت بسیار شدید برای ایجاد سهولت ها برای جذب سرمایه گذاری هست. افغانستان باید بتانه که مزیت های رقابتی زیادتر ارائه بکنه تا سرمایه گذار افغانستان را ترجیح بده. در غیر این صورت منابع مالی رو میتونه در کشورهای دیگه ببره. با توجه به شرایط امنیتی، با توجه به مواردی که در واقع عدم اطمینان در مارکت افغانستان مثل نرخ تبادل اسعار وجود داره، نرخ تورمی که وجود داره و موضوعات خاصی که مربوط به خود افغانستان هست، ما باید دوچند که سایر کشورهای مثل ایران، مثل ترکیه، مثل امارات متحده عربی فرصت های سرمایه گذاری ایجاد کنیم، بسته های تشویقی رو ارائه بکنیم. این بسته های تشویقی میتونه که انواع مختلف داشته باشه. این میتونه در قسمت کاهش تعرفه های مالیاتی تجهیزات مورد نیاز این پروژه ها باشه، این میتونه در قسمت کرایه دادن زمین به شکل طولانی مدت و بسیار با نرخ بسیار بسیار کم باشه، میتونه در قسمت در واقع یک قسمت از هزینه های تولید رو حکومت پرداخت کنه. مثلا اگر برق سولر در داخل افغانستان فی کیلووات ساعت 10 سنت تمام میشه، خب شاید شرکت برشنا نتونه او رو به 12 سنت خریداری بکنه، چرا که در حال حاضر برق وارداتی ارزان تر هست. خب باید یک مقدار از این هزینه رو خود حکومت پرداخت کنه به شکل سبسیدی، به شکل رایانه، چرا که یک مقدار سرمایه گذاری ها تسریع بشه و نهایتا میتونه در یک برنامه 5 سال و 10 سال باز قیمت ها حالت واقعی خود بگیره. اگر این جنبه های تشویقی بسیار جدی گرفته نشه، مطمئناً سرمایه گذار ما این مقدار خسته میشه و نهایتاً شاید پول خود از کشور خارج بکنه. اما این رو فراموش نکنید که در سکتور انرژی افغانستان با توجه به پتانسیل هایی که وجود داره، با توجه به قوانین بسیار خوبه که در قسمت مشارکت عامه و بخش خصوصی خصوصا در قسمت انرژی وجود داره و اقتصادی بودن خود پروژه ها، واقعا فرصت های بسیار خوبی است که سکتور خصوصی باید از این فرصت ها استفاده اعظمی خود بکنه و میتونه که مفاد بسیار خوبی به دست بیاره. بله، قیزمی، زمانی که شما در وزارت انرژی بودین همین پالیسی مشارکت عامه و خصوصی ساخته شده بود در بخش انرژی، هم چقدر واقعا مشوق کننده بر بخش خصوصی بود و اگر این تر امون گونه که باید جامعه باشه عملی نشه، چقدر میتونه بر افغانستان زیانبار هم باشه چون دیگر بخش خصوصی امید نمیکنه و اعتماد نمیکنه بالای دولت؟ قبل از اینکه قانون و مقرره مشارکت عامه با بخش خصوصی توسط وزارت مالیه ساخته بشه، چند سال قبلتر از او قانون تنظیم خدمات بازار انرژی بود که مطابق از او قانون سکتور خصوصی میتونه سرمایه گذاری کنه. یکی از مواردی که باید اعتراف بشه، پروسه سرمایه گذاری در افغانستان مطابق قانون و مقرره هر دوش، هم پالیسی و هم قانون، بسیار طولانی مدت است. در چندین مرحله باید شورای عالی اقتصاد، کابینه، پروسه های رقابتی که بعداً باز خود ارزیابی آفرهای پیشنهادی خود کمپینه، یک مقدار پروسه زمان بر هست. چطور میشه این پروسه ها رو تسریع کرد با در نظر داشته که شفافیت، رقابتی بودن و اقتصادی بودنشان حفظ بشه؟ این یکی از چالش هاست. چرا
اگر پروژه ها به اصطلاح از منبع واحد یا سینگل سورس هم بشه، خب باز بحث فساد و عدم شفافیت مطرح بشه. اما وقتی که بحث منظوری های مختلف مطرح میشه در پلتفرم های مشخص و پروسه های رقابتی، یک مقدار زمان بر هست. خوب است که روش های به یک روش های در واقع پروسه ها تسریع بشه تا زودتر تا انرژی تولید بشه. تشکر آقای عزیزی، سپاس از اینکه با من رفتن. خیلی سپاس از شما.